مشکل یک دختر 17 سال است که در با پسری که دوست داره و مایل هست که ازدواج بکنه خانواده مخالفت میکنند. ایشون نوشتن که من دختری هستم 23 ساله از 17 سالگی با پسری که نسبت فامیلی دوری با مادره دوست هستم. چند ماه بعد شروع رابطه‌مون برادرم که با ایشون نیز دوست بود از رابطه ما با خبر شد، به مادرم گفت و بعد از اون به من خیلی سخت گرفتم که به خاطر سنم خب منطقی بود. اضافه کنم که ما در دو شهر جدا ساکن بودیم. بعد از یک سال برادرم به پدرم گفت این موضوع رو و اوضاع بدتر شد و رابطه دو خانواده کلن قطع شد. الان هم خانواده فکر میکنم که ما با هم در رابطه نیستیم، ولی نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم. بعدشون نوشتن که مادرم چند وقت پیش گفت که به هیچ وجه اجازه ازدواج من و اون پسر رو نمیدن. مثلا این که هست اینه که اون شرایط خوبی داره، کمتر خانواده به اون جواب رد میدن و توجه به همه اینا خانوادهش با جواب رد شنیدن از ما دو بار به خواستگاری رفتن. خواستگاری برای کسی منظورش شد اینه که از ما دوباره به خواستگاری نمیان، یعنی دوبار اومدن به حال اینجا یه مقدار گنگ هست. من نوشتم خانم بابک چه کار کنم و کمکم کنید. بعدم نوشتم که میخوام با تو صحبت کنم، به چه صورت امکانش هست؟ به صورتی که صدای زیبای آقای برومند رو بشنویم وقتی جوابتون رو میدن و بعد سوالتون رو بیاین روز خط با از من بکنم. خواهش کنم که منظورش اینه که با خودتون. آخه نمیشه دیگه آقای برومند، باور کنین نمیدونیم، شما میدونین آفکورس که چقدر روزانه ایمیل های مختلف و فیسبوک های مختلف و تلفن برای من همین سوالو میکنن، واتساپ و وایبر که میخوایم با خودت صحبت کنیم. که دائما من شخصا هم حتی خیلی وقتا خودم براشون لوگوی شما رو میفرستم که به ما به شما زنگ بزنن. و امید به این فرصتی باشه من از همه عزیزان اول عذرخواهی بکنم که نمیش وقت ندارم، دوما واقعا ازشون تمنا میکنم که این درک رو داشته باشن که واقعا اصلا امکان پذیر نیست که ما بخوایم، من بخوام جواب ایمیل رو دونه دونه بدم و یا جواب تلفن بدم. من الان بعد از شما تا قبل از شما من نیم ساعت لانچ تایم داشتم آقای برومن، بعد با شما شروع کردم، بعد چیز کامپیوترم که خراب شده، نیم ساعت لانچ تایم با کامپیوتر و با همه بدبختی داشتم رد میکردم و بعدش هم بعد از شما تا ساعت 10 شب دوباره من با ایران و آمریکا، با ایران و اتریش دوباره تراپی دارم. یعنی واقعا امکان پذیر اصلا نیست. یعنی که این عزیز میتونن زنگ بزن. اما سوال من از در مورد این ایمیل، خودشون 17 سالشونه، اون آقا چند سالشونه؟ خودشون 23 سالشونه. نوشتن که از 17 سالگی دوست دیدن، 17... سن پسر رو ننوشتن. خب از یعنی 6 سال عاشقن. بله. آخه ولی خانواده ای کاش الان رو خط بودن که ببینیم خانواده چرا مخالفن، دلیل مخالفت خانواده چیه. و به ایشون نوشته بودن که این آقا کیس خوبیه، به راحتی یعنی میتونن هر کسی برن خواستگاری برن هر کسی. دلیل نخواستن، من دیروز تو تلویزیونم گفتم آقای برومن، مصیبت ما ایرانی ها خانواده های ایرانی، اکثر خانواده های ایرانی نه همه، اینه که اگه عاشق بشی، توی دختر یا توی پسر، اگه عاشق شدی با اون عشقت نباید ازدواج کنی. مخصوصا پسر اگر دوست دختر گرفته با دوست دخترش نباید ازدواج کنه، باید بره با دوست دختر یه نفر دیگه ازدواج کنه. چون اون خانم معلوم نیست، خب اونم شاید دوست پسر داشته دیگه. این درد بزرگ فرهنگی ماست که حالا من نمیدونم دلیل این خانواده چیه که اجازه نمیدن این عزیز با عشقش ازدواج کنه. اینو من با رابطه یه دو خانواده هم قطع شده برات. خب این نشون میده که یه چیزایی این خبر رو هست. حالا دو حالت داره، چون دوباره ما کیس خیلی خیلی خلاصه بود، بعد بولت پوینتی برای ما می نوشتن. دو حالت داره، یا اینکه اینا خانواده ترجیح میدن و تشخیص دادن که اینا به درد هم نمی خورن، و یا اینکه خانواده خودشون انقدر خودشون مشکل دارن که دوتا خانواده به جون هم افتادن. مسئله سوم اینه که شماها از همه چی مهمتر اینه که اول نگاه کنین به اختلاف خانواده هاتون کمتر دقت کنین، بلکه به اختلافات خودتون دقت داشته باشین.
ببینین خودتون تو این 6 سال چه مشکلاتی با هم دیگه داشتین. اگه تو عزیز 23 سالته، خب اون اگر حتما باید یا همسنت یا سنت، اگر کیس خوبی برای ازدواج هست حتما از سن تو بیشتر سنش، چون یه پسر 23 یا آقای 23 ساله خب کالای ازدواج نیست، هرچند که خود تو هم هنوز کالای ازدواج شاید نیستی، ولی کاش لاغل می نوشتی اون آقا چند سالشه، کارش یه خورده برای ما بیشتر توضیح می دادی. متاسفانه چون توضیحاتت خیلی کم بود. ببین آقای برومن، ایمیل قبلیتون یه سوال بود، تقریبا 17 دقیقه جواب گرفت، ولی این ایمیل رو الان استاپش میکنم من، که دیگه عزیزان دیگه هم که وقتی که میشنون بدونن که بولت پوینتی نبس برای ما و شما قصه زندگی بنویسن که واقعا وقت نداریم بخونیم، بلکه به صورت خیلی خلاصه بولت پوینتی تیکه تیکه تیکه، من اینم 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 اینم، من از همین بولت پوینت ها خیلی چیزا پیدا میکنم، اینجوری برای ما بنویسن، چون واقعا الان اصلا جوابگو من نمیتونم برای این ایمیل باشم، ایمیل خیلی گنگه، معلوم نیست چرا خانواده به جون افتادن و چرا مخالفت میکنن و چرا اینا اصلا 23 سالشه، اونم اون آقا هم نمیدونیم چند سالشه، چرا خودشون انقدر ضعیفن در برابر خانواده. اینا مسائلی که بعد از خودش سوال میکنه. بله کاملا درست. خب پس امیدوارم که این عزیز شنونده این توضیحات شما رو بشنون، بعدا اگر که مایل هستن بعدا یک ایمیلی بذار کامل‌تری رو بفرستن تا ما مجددا این رو طرح کنیم. خب بریم سراغ ایمیل بعدی خانم بابک. این هم ایمیل کوتاهی هست و باز هم در رابطه با زمینه اضطرابیشون نوشتن. نوشتن سلام عرض میکنم به خانم دکتر، وقتتون بخیر. برای کاهش اضطرابی که دائم همراه منه و تمام ابعاد زندگیمو تحت شعاع قرار داده، به طوری که متکی به نفس نیستم و خودم این رو ناشی از اعتماد به نفس پایین میدونم، راه حلی پیشنهاد میکنید؟ با تشکر. من فکر میکنم آقای برومن، ما یه مقدار امروز در مورد استرس صحبت کردیم، ربط به همین قضیه اعتماد به نفس داره. اگر براتون امکان نداره، امکان داره، چون در مورد اعتماد به نفس و اینا هم قبلا صحبت کردیم، چون خیلی ایمیل شما دارین من میدونم، اجازه بدین این چون یه مقداری شباهت به اولی داره، رجوع بدیم این عزیزو به کیس اول و بریم سراغ یه کیس دیگه اگر براتون امکان داره، چون یه مقدار زیادی شباهت داره. دقیقاً مثلا مسئله استراپ هست که خب شما به کاملا خواهش میکنم. خب این یک مقدار طولانی هست، من سعی میکنم که تا جایی که میشه خلاصه کنم. ایشون نوشتن که خب این ایمیل رو خطاب من نوشتند که حتی بهتره که خطاب به شما باشه. نوشتن که شنوشتم من زنی 40 ساله هستم، متارکه کرده با پسری 20 ساله که پسرم با پدرش زندگی میکنه و من در تهران تنها زندگی میکنم. مدت حدوداً 7 ساله که تحت درمان بهترین دکترهای ایران هستم. اسم روانپزشکیشون نوشتند، آقای دکتر صادقی نوشتن روانپزشک من هستم. با تشخیص ایشون افسردگی مزمن هست و در حال حاضر اسم داروشون رو نوشتند، استراترالین برای افسردگی مصرف میکنم و لیتیام کربنات اگر درست تلفظ کرده باشم به جهت اختلالات قبل که به صورت پرخاشگری خیلی شدید بروز میکنه. بعد نوشتند که و گروه درمانی دکتر صنعتی که ایشون فقط تحلیل میکنن و جدیدترین تحلیلشون در مورد من اینه که من سادومازوخیسم دارم، چون به شدت خود آزاری و دیگر آزاری دارم، به خصوص اگر وارد رابطه‌ای بشم و همینطور خانوادم رو اذیت میکنم. مازوخیسم هم بیشتر از نوع روانی و احساسی نه فیزیولوژیکی، البته دوست پسرهامو کتک میزنم، فحشای بد میدم و اونقدر عصبانیشون میکنم که اونا هم منو کتک بزنن. تن و
به ازدواجهای سنتی نمیدم، خودم هم وارد رابطه میشم، انقدر طرف هم اذیت میکنم و به خصوص تحقیرش میکنم که همشون میزنن فرار میکنن از دست من و به همین دلیل خیلی تنهام و جدیدن هم خیلی منزوی شدم. روزای متوالی تنها در خونه میمونم، حالم خیلی بد میشه ولی بازم از خونه بیرون نمیام. یکی دیگه از تحلیل‌های جدید دکتر اینه که از یک احساس گناه عمیق رنج میبرم که شاید به همین دلیل آنقدر خودم رو مجازات میکنم. من در یک خانواده خیلی متشنج بزرگ شدم، خیلی شبیه پدرم هستم. پدرم یک آدم منزوی و بسیار پرخاشگر هست. تمام دوران کودکیمون از صبح تا شب کتک و کتککاری و شبها هم چون همه در یک اتاق میخوابیدیم شاید سکس پدر و مادر بودم. در 19 سالگی من رو به یک فرد که بعدا فهمیدم که معتاده شوهر بودم، بلافاصله هم حامله شدم متاسفانه. در مدت یک سال و نیمی که خونه شوهر بودم، حامله و زایمان به بدترین بچه ممکن در حد مرگ کتک میخورم یا میخوردم و شوهرم همش میگفت من تو رو نمیخوام، یه زن دیگر رو میخواستم، مامانم تو رو برام گرفته و من از خونه بیرون میانداخت، میگفت برو طلاق بگیر، من تو رو نمیخوام. و بالاخره من برای طلاق اقدام کردم، بچم رو بهشون دادم چون پدرم میگفت باید بدی. و از طرفی هم خودم فکر میکردم که من که ازدواج نمیخواستم بچه هم نمیخواستم و متاسفانه از لج و لجبازی که فکر میکردم شوهرم الان داره عشق و حال میکنه و من بچهشو بزرگ کنم، هزینه بچه رو هم نمیدادن، بچه بیکارم رو بردم بهشون دادم و 20 ساله که ندیدمش و تازگی ها هم دیگه رو دیدیم و خیلی هم با هم مشکل داریم چون پسرم میگه تو منو ول کردی اومدی تهران دنبال عشق و حالت. خانم بابک عزیز من واقعا ناامیدم چون 7 ساله که گروه درمانی دارو درمانی میشم ولی هیچ تغییری در زندگی من ایجاد نمیشه، چون از طرفی هم خیلی اعتماد به علم روانشناسی و البته علوم دیگه در ایران ندارم چون ایران 7 سال از دنیا عقبه و گروه درمانی ما در بیمارستان روزبه که بیمارستان دولتیه هفته یک بار تشکیل میشه و همیشه دو تا رزیدنت در گروه هستم که دوره آموزش گروه درمانی رو میگذرونم و ابزورور داریم که در اتاق دیگری هست. من میدونم و فیلمبرداری میشه و بعد از گروه رزیدنت ها جمع میشن توی اون اتاق و کلاس آموزشیشون با حضور دکتر صنعتی برگزار میشه و دکتر صنعتی هم گاهی از اوقات اونم حدود یک روز تا نیم ساعت آخر گروه حضور دارن. من همیشه فکر میکنم ما اونجا موش آزمایشگاهی هست و بیشتر آموزش مد نظر هست و رزیدنت ها هم که در گروه حضور دارن هیچ بلد نیستن که بخوان تحلیل درستی از ما ارائه بدن. مثلا دکتر صنعتی اوایل که من داستان جنگ های جهانی رو با دوست پسرام تعریف میکردم میگفت برای رسیدن به لذتی که انسی این کاره میکنی که البته الان میدونم که همون مازوخیسم و سادیسمه، ولی بعد از مدت های مدیدی میگفت از مرد ها متنفری و میخوای نابودشون کنی، میخوای اختشون کنی. و خیلی مسئله به دیگه این که تو هنوز بچه مودی، تو به پدر و مادر تست جنسی داری، تو به ناف مامانت وصلی، تو فقط یه واژنی، تو خودشیفته هستی. و الان جدیدن بعد از 7 سال میگم که من مازوخیسم دارم و از یک احساس گناه عمیق دارم و شدیدن احساس تنهایی میکنم. من گاهی که به انتها میرسم به فکر خودکشی هم میفتم ولی هرگز جرأت اقدام رو نداشتم، ولی دوست داشتم جرأتش رو داشته باشم و هم خودم و هم خانوادم و هم مردای بیچارهی که گیر من میفتن و اذیتشون میکنم و به خصوص خیلی تحقیرشون میکنم راحت شن و اینو بارها تو گروه گفتم ولی اصلا اهمیتی براشون نداره. کلا توی ایران جون آدم های چرزشی نداره. گاهی اوقات احساس میکنم علم روان پزشکی و روان شناسی و روان درمانگری و غیره در ایران فقط یه فرصتیست برای پول درآوردن و چاپیدن جیب مردم بدبخت تو ایران برای دکترای این رشته. در ضمن من فوق لیسانس هستم، کارمند دانشگاه آزاد که البته کارم هم دوست ندارم و همیشه محل کارم جنجال به پا میکنم و هیچ ارزشی برای من قائل نیستم و به عنوان یک کارمند دوپایه مرتب از این برگ اونور من رو جا به جا می کنم. در پایان من چند ساله که دوست دارم مهاجرت کنم خانم بابک عزیز و با اینکه فرصت خوبی هم برام پیش آمده ولی می ترسم که با این اوضاع وضعیت یا با این اوضاع روحیم وضعیت هم بدتر بشه. باید فکر می کنم با مهاجرت آیا می
میشه درمانم رو در یک کشور خارجی ادامه بدم که علم روانشناسی به روز باشه و من واقعا درمانشم. ببخشید خیلی حرف زدم، عذرخواهی میکنم، با سپاس فراوان از شما. خب اولا چقدر زیبا نوشته بود، یعنی خیلی مشخص و کلیر و شفاف. این خیلی از نظر روانشناسی برای من خیلی مهم بود که پراکنده ننوشته بود، جمله بندی ها بسیار مشخص بود، این مهمه بود برای من. و بعد نمیدونم ایشون برای درمان گروپ تراپیشون پول پرداخت میکنن یا نه، ولی طبق تشخیص هایی که عزیزان همکار من در ایران دادن، خب خیلی از تشخیص هاشون ممکنه درسته، ولی توی عزیز دلم که تو انقدر آسیب خوردی از کودکی، کودکی که با خشونت بزرگ شه و بعد شاهد سکس پدر مادر باشه، طبیعتاً آسیبای عمیقی میخوره که تو یکی از اون نمونه هاش هستی. و حالا با درایت خودت فوق لیسانست هم گرفتی و دارو درمانی و روان درمانی میکنی. اینا کارهای خیلی مهمیه که خوشبختانه تو مثل خیلی های دیگه از مسئولیت سلب نکردی خودتو و هنوز انگیج هستی با این نوع درمان ها. اما فقط تو پرانتز، طبق صحبت ایمیل شما البته، در مورد مشکلاتی که شما عنوان کردین، معمولا یه حالت سکندری کر این مشکلاتی که شما گفتین که نباید دوتا آموزش چی میگن جونیور به فارسی چی میشه دانشجو، نباید دوتا کارآموز، نباید اصولا کارآموز نباید با شماها کار بکنه، کارآموز میتونه به عنوان ابزرویشن ابزرو بکنه، بشینه نگاه کنه، ولی یک و یا دو نفر که معمولا من میگم یک نفر مسئول اون گروه باشه، خبره، بسیار خبره، بسیار با تجربه. چون صحبت ایمیلی که تو برای من فرستادی ایمیلی مشکلاتیه که مشکلات پیچیده است، از یه مقدار از borderline personality disorder میاد. اینا نباید با کارآموز کار بشه، کارآموز نباید با اینا کار بکنه، چون هم کارآموز ممکنه خیلی بترسه و مایوس بشه و هم از همه مهمتر بیماران هستن که ممکنه مثل تو عزیز مایوس بشن. ولی به هر حال اونا دارن تلاش خودشون رو میکنن و تشخیصایی که برای تو دادن، مهم اینه که چقدر از این تشخیصها تو روشون کار کردی عزیزم. خیلی مهمه که وقتی که انسان از طرف انسان حرفه‌ای و متخصص تشخیص داده میشه، این یه مرحله بزرگه، یه استپه، یه درجه است. درجه بعدی و مرحله بعدی اینه که خب چگونه من میتونم خودم رو تغییر بدم، که من فکر میکنم کوشش دارن میکنن که چه باید کرده رو به شما و یا امثال شما بگن. ولی اگر احساست اینجوری شده که ما موش آزمایشگاهی شدیم و اینا اصلا به درد نمیخورن و این احساس منفی برای شما خیلی خطرناکه، یا نرو عزیزم، یا اگر میری با نیت تغییر پیدا کردن، حتی اگر یک کارآموز اونجا نشسته، حالا که چندین متخصص تشخیصاشون رو در مورد تو دادن، پس حالا ازشون بخوا که بیشتر کمکت کنن، با دیده مثبت‌تر بهشون نگاه کن که راه و چاهی پیدا بکنی، چاره‌ای پیدا بکنی برای فرار از این چاله‌های زندگی. چون آسیبایی که نوشتی دقیقا ریشه‌اش هست همون جاها میاد و یه حس مردستیزی رو شما داری، حق داری عزیزم، برای اینکه اگه از پدر و برادر من نوعی کتک بخورم و بعد شوهرم منو کتک بزنه و از خانه بیرون کنه و ازدواج تحمیلی و اجباری باشه، دیگه استخونی برای من وجود نداره که بتونم بایستم. اینه که یه همچین احساسی رو پیدا کردی و متاسفانه بچت هم ازت گرفته شد. اولا قانون اجازه نمیداد، دوما تا یه مدتی میتونستی بچه رو نگه داری، ولی مصیبت اینجاست که خانواده هم میگن بچه رو بده بره تا بتونی یه شوهر دیگه پیدا کنی، اگه بچه داشته باشی که کسی نمیاد سراغت، و یا اینکه بذار مثل اون باباش بزرگش کنه، یا اینکه خود من در با داغون میگم اصلا چرا بره اون کیفشو بکنه، بذار بچه داشته باشه که زندگیش سخت بشه. یعنی اینا همه دوباره فقر فرهنگی ماست. اما حالا خیلی مهمه که 20 سال از زندگی
این عزیز این جگرگوشت گذشته و تو بعد از 20 سال تونستی بچه تو ببینی، الان تو باید کوشش بکنی یه باندینگ بین فرزند خودت، نمیدونم پسر یا دختر، پسر بین فرزند خودت این پسر یه باندینگ درست کنی. اگه بهت میگه تو منو ول کردی رفتی، ببین عزیزم، شاید به نفع، نمیدونم پسرت چجوری بزرگ شد، من نمیدونم آیا نامادری داشت، آیا نامادری مهربون بود، اصلا چه اتفاقاتی واسه، یاد باشه این بچه خیلی آسیب خورده، شاید به اندازه تو این، ولی مدل های متفاوت تر از آسیب خورده. پس حواست بعد الان به این جیگرگوشه یه زخمید باشه و باهاش کلکل نکن، باهاش نجنگ. شاید به نفع همون بچه هم بود که شما بزرگش نکردی، برای اینکه امکان داشت نتونی از پس این مسئولیت سنگین بر بیای. و بعد یه وقت مردای دیگه هم اون وقت می اومدن با حضور این عزیز تو در کنار تو، میتونست خیلی بیشتر از این به اون بچه و تو آسیب بزنه. مثلا من یه کیس دارم، آقا میگه که نزدیک 40 سالشونه، میگه من پدرم جدا شدن، پدر مادر پدرم و یادم مامانم، پلو مامانم موندم، مامانم منو نگه داشت، بعد بابام به من گفت مواظب مامانت باش، بعد هر روز یه ماشین میومد مامان منو میبرد، بعد من بچه 5 ساله بعد مواظب مامانم بودم. یعنی شما نگاه کن چه فاجعه ای شد، آخه بچه 5 ساله مواظب مامانت باش، بعد مامانشم متاسفانه خیلی اشتباهات کرده تو زندگیش، خب خیلی آسیب میخوره بچه. الان از اتفاقات گذشته اینقدر هم نزن، اینقدر اذیت نکن خودتو. اذیت شدی، کرونیک دیپریشن یا افسردگی مزمن داری، مشکلات سادیسمی پیدا کردی، خودآزاری و دیگر آزاری رو تغذیه میشی، یه رابطه اسیدی با خودت داری و یه رابطه اسیدی با همه داری. حتی تو محیط کارت هم نوشتی که نمیتونی، یعنی اخلاق طوری نیست که بتونن با تو کنار بیان. اما یادت باشه تو همین توی درب و داغون له شده توانایی اینو داشتی فوق لیسانس بگیری. آفرین به تو با یه همچین شرایط روحی که تو برای ما نوشتی. من I admire you، واقعا کیف کردم از اینی که روپای خودتی مالی، فوق لیسانستو گرفتی، داری کار میکنی. الان به ارزشات نگاه کن تا اینکه به اون تشخیصایی که عزیزان همکار من دادن و هی دور دایره خودت هی میچرخی، عصبانی هم هستی که خب این همه منو تشخیص دادین و همه لیبلارم به من زدین، ولی من همونم که هستم. تو نباید همونم که هستی باشی عزیزم. خانوم تحصیل کرده که انقدر آسیب خورده و انقدر اذیت شده، حالا بعد از این اذیت‌ها و آزارهایی که به خودش و دیگران داده و دیگران به او دادن تجربه مثبت بگیره، یه روانشناس خوب پیدا کن که بتونی هفتگی تنهایی با خودش باشی. چون تو گروهی زیاد بودی، به نظر میاد که چون گروپ تراپی هم هستش، به نظر میاد که دیگه برات لوس شده این قضیه، با اون دید منفی هم داری نگاه میکنی. ولی خیلی جدی یه هزینه‌ای بذار، یه روانشناس خوب پیدا کن و با نیت اینکه من میخوام تغییر کنم، یه دوباره سازی شخصیتی روی خودت بکن. داروتو هرگز متوقف نکن. هر وقت پزشکت بهت گفت متوقف کن یا کم کم کمش باید بکنی، اولا دوما هر وقت ایشون اجازه دادن این کارو باید بکنی عزیزم. و بعدش هم یادت باشه که همش 40 و اندی سالته، سالیان سال در پیش رو داری و حالا باید خودت برای خودت کاری انجام بدی. دیگه انقدر دلت واسه خودت نسوزه، انقدر اعصاب خودتو خورد نکن، انقدر خودتو داغون نکن، وارد ریلیشنشیپ یا رابطه نشو. به نظر من فقط من فقط پیشنهاد میکنم. الان به اندازه کافی وارد رابطه های مسموم بودی، رابطه های نیمه مسموم هم مسموم تر کردی، ولی یادت باشه اونا هم مسموم بودن که به تو نزدیک شدن، اونا هم خیلی سالم نبودن. الان تمام انرژی تو بذار، اگر احساس جنسی به تو فشار میاره خود ارضایی بکن، ولی وارد رابطه نشو. برای یه مدت کاملا خودتو بکن مجرد. هر مردی هم میاد سراغت خیلی سفت و محکم به خودت و او بگو نه، الان من آمادگی ندارم برای هیچ رابطه ای. سفت و محکم به ایست، وارد هیچ رابطه ای نشو. یه آشتی دوباره با خودت بکن، رابطه خودتو با مرد دوم زندگیت که پسرته ولی همسرت نیست بلکه پسرته،
یه رابطه جدید مادر و پسری با اون انرژی بذار برای اون، به اونم کمک کن، کمک حرفه‌ای بگیره، بعد مشاوره خانوادگی با هم دیگه برین با همون شخصی که میبینی و کمک از اون بخواه که کمکتون بکنه این 20 سالو هر چه زودتر بگذرونین و یه رابطه مادر و پسر صمیمی با هم درست بکنین. الان وقت هیچ رابطه و سکسی با هیچ کس دیگه ای نیست. بس از بس خودتو تحقیر کردی عزیزم، مورد استفاده و سوء استفاده قرار گرفتی و همیشه هم تو محکوم شدی عزیزم. دیگه اجازه نده محکوم موقعیتت، بذاری خودتو تو موقعیتی که محکومت کنن. این تو دست تو عزیز دلم. اصلا دیگه به هیچ کس هم اجازه محکوم شدن نده، ولی یادت باشه کاری میکنی، این یادت باشه، برو مثلث قربانی رو نگاه کن، کاری میکنی که قربانیت کنن و بعد اذیت و آزار بهت برسونن، اذیت میکنی که اذیتت بکنن و بس دیگه. خسته ای عزیزم، کاملا خسته ای از این گیم و از این گیمای واقعا مسموم. خودتو بکش بیرون، چون وقتی تو وارد رابطه نباشی دیگه وارد این گیم هم نمیشی. سر کارتم با دوستا و آشناهاتم خیلی صادقانه بگو، بگو من دارم کوشش میکنم. اگه احیانا سر کار مثلا به همکارت بگو، بگو اگه یه خشونتی و پرخاشگری از من دیدین، من از قبل ازتون عذرخواهی میکنم. صادقانه عذرخواهی کن قبلش، و اگر در گذشته هم کردم واقعا خستم و دارم کوشش میکنم روی این مشکلم کار بکنم. با منیجرت هم صحبت کن، با مدیرت هم صحبت کن در این مورد و واقعا یه نیو بیگینینگ یا یه شروع دوباره رو با خودت شروع کن عزیزم. بس خانم بابا چیز مطلعه سادیست میزن مادوخیست میزن طبیعتا ریشه‌های خیلی عمیقی داره در بله. در روان شخص و همطور که ایشون هم نوشتن احتمالا مدت زمان زیادی طول میکشه تا اینکه شخص در تحت درمان قرار بگیره تا بهبودی ایجاد بشه. دقیقاً یادتون باشه پرسونالیتی دیسوردر، بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، کرونیک دیپریشن، اینا لانگ ترم تراپی یا روان درمانی طولانی احتیاج دارن، ولی این عزیز اوردی سال خیلی وقت تو تراپیه. به نظر میاد که خیلی وقت توی هم گروپ تراپی هستن ایشون، هم گروه درمانی و هم روان پزشک میبینن، هم روانشناس و روانکاو میبینن ایشون. یعنی تو با سه مدل حرفه‌ای در ارتباط هستن و نباید فقط بذارن که اونا معجزه بکنن، ایشون هم باید خودش برای خودش معجزه بکنه و معجزه‌ش هم اینه که حالا که این فرصت ها رو همونجا داره، خب کاری که نمیتونیم بکنیم، الان سیستم اونا اونجوریه، اونجوری دارن درست و غلطش هم من اصلا نمیگم، ولی الان که سیستمشون اینجوریه تو نهایت استفاده تو از این سیستم ببر، نه اینکه هی نگاتیو بهش نگاه کنی و مایوس‌تر کنی خودتو. ممکنه بعضی وقتا یه کارآموز از یه 10 سال 20 سال با تجربه هم ممکنه هوشش بیشتر باشه و سریعتر رشد کنه عزیزم. اینجوری به همه کارآموزا نگاه نکن که همه کارآموزا خوب نیستن. من خودم وقتی کارآموز بودم تو همون دوره کارآموزیم مدیرم به من آفر جاب داد، گفت متوجه اون ایشون البته فکر میکرد که من قابلیت اینو دارم، یعنی هنوز من درسم تموم نشده بود، به من آفر جاب داد و بعد موقعیت منو سریع بهتر کرد، البته با تشخیص خود ایشون بود. یعنی کارآموز دلیل نمیشه اگر کارآموزه کارش حتما به درد نمیخوره. اینم صادقانه باید بگیم. در اصل ما موضوع آخری که مطرح کردن خانم باباش نوشتن که دوست دارم مهاجرت کنم در این مورد. آره ببینین مهاجر نوشته بودن که موقعیت‌های خوبی برای من پیش اومد برای مهاجرت ولی ترسیدم. خیلی خوب کاری کردی که ترسیدی، چون با این مشکلاتی که تو داری عزیزم بیای اینور، اینورم کمتر از اونور آسیب نمیخوری. یادت باشه اگر انسان میخواد مهاجرت بکنه بهتره سلامتی روان و جسم سلامتی روانشو بهتر بکنه و مهاجرت کنه، اون وقتی که موفق تر میشه، چون امثال شما اومدن با همون حال روز و حال روزشون خیلی بدتر شد با اینکه خب زیر درمان هم باشن، ولی عقب میفتی از زندگیت. حالا که موقعیت خوب تو کشور خودت داری، سعی کن سلامتی جسم و روح تو مخصوصا روانتو بیشتر بکنی، اون وقت حالا به دلیل از فرار نمیری، داری میری برای بهتر شدن موقعیت زندگیت و نه شوهر و نه فرار از اون موقعیت روانیت. مخصوصا از این لحاظ که خب طبیعتا مهاجرت مخصوصا در اون خیلی خطرناکه، اول یه سری مشکلات خاصی رو برای شخص ایجاد میکنه که طبیعتا میتونه بسیار خطرناک باشه، مشکل باشه مواجهه با اون مشکل. خیلی خطرناکتر برای آقای
مرسی که عنوان کردین. دقیقاً همینطوره، چون افسردگی مزمنه و این حالت‌های خرخوشونت و پرخاشگری هست، هومسیکی و مهاجرت خیلی میتونه عمیق پرتش کنه توی گرداب و یا خیلی خطرناکتر. اینه که با ببین قشنگ مشخص، خیلی باهوشه این عزیز ما، با حتی نوشته موقعیت ها پیش اومد ولی نرفتم. آفرین به تو عزیزم، سلامت روانتو درست بکن و خودت برای بهتر شدن زندگیت، ادامه تحصیل، هر چیزی که هست، نه آویزون شدن با کسی و رفتن، چون هم خودتو نابود میکنی همون شخصو، ولی با موقعیت بهتر، روان بهتر، هر جای دنیا که دوست داری اون وقت میتونی بهتر حرکت کنی و زندگی کنی و بری. بله. Good luck to you. بسیار خوب، سپاسگزارم خانم. بابا حدود یک دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم، اگه توضیح دارید بفرمایید. آخه توضیحی که الان من چیزی به نظرم نمیرسه، فقط در مورد برنامه سمینار هفتگیمون به یه کوچولو من بگم که در مورد پدر مادر اصول کیستند هست، که ما الان تازه این را این تاپیکو شروع کردیم، چون من معمولا به اون گروه نگاه میکنم و موضوعی که بیشتر به گروه میخوره اون میارم. الان همیشه همه مدل